سلام و درود خدمت شما عزیزان همراه با رسانه موزیکرند، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی حسین پور هستم و خیلی خوشحالیم که تو این برنامه هم با ما همراهین. این برنامه بسیار جنجالی و جذاب برای خیلیامون، پس لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. فقط قبلش لطفا برنامه رو لایک بکنید، یه کامنت هم برامون بذارید، انگلیسی یا فینگلیش برامون کامنت بذارید که ساباتون نپره. اگر تا الان هم سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشه. و همونطور که میدونید ششم بهمن کنسرت زانکو بود توی تهران، خیلی هم راجع به این قضیه صحبت کردن که قرار عادی سازی بشه. توی این چند ماه اخیر همه پروفایل ها مشکی بود، به محض اینکه کنسرت زانکو برگزار شد توی تهران همه پروفایل ها یه دفعه برگشت و موزیک ها شروع شد به انتشار. از کجا شروع شد؟ رضا صادقی استوری گذاشته موزیک عاشقانه رو به دلتون تقدیم کنم که عاشقی کنیم. به حکم حد اکثری چشم اطلاع میدم خدمتتون، دو سه روز بعدش هم اعلام کرد که موزیک جدید توی راهه. مسعود صادقلو فرداش پست گذاشته بود سلام عشقای من، خیلی دلی میگم بدون مقدمه بهم اجازه میدید موزیک جدید منتشر کنم؟ هر چی شما بگید. سینا درخشنده به نظرتون موزیک پخش بکنیم یا نه؟ 3 ساعت بعدش کامینگ سون زد که موزیک لالایی قراره پخش بشه. ایلیا منفرد کلیشه همیشگی، چرا همه سر کارشون باشن؟ نمیدونم موزیسیان ها سر کارشون نباشن. من نمیدونم واقعا چطوری جامعه ما نمیخواد تفاوت حرفه یک تعمیرکار، یک راننده تاکسی، یک آرایشگر، یک دکتر رو با صنف موسیقی متوجه بشه. اصلا چیز سختی نیست. مسعود جهانی که خیلی استقبال کرده بود از کسایی که دارن کار جدید منتشر میکنن. سامان جلیلی بلافاصله کامینگ سون گذاشت برای کارش. حجت اشرفزاده مبر مراز یادت به زودی. میلاد بابایی کار جدید. مجید رضوی کامینگ سون زد. عرفان طهماسبی همینطور. امیر عظیمی تو کار جدید منتشر کرد. علی لوراسبی، یعنی ببینید یک دفعه چه کنفیکونی شد، چه اتفاقی افتاد. شما که این همه مدت قرار نبود موزیک پخش بکنی، اصلا موزیک پخش نکردی. بعد از اینکه کنسرت زانکو برگزار شد همه تون یادتون اومد که الان وقتشه دیگه موزیکامونو پخش بکنیم. دو تا جنبه داره برای من. اول عادی سازی که راجبش صحبت کردیم در رابطه با کنسرت زانکو که ما گفتیم عادی سازی میشه، که این همه اصرار پشت برگزاری این کنسرت هست و کنسرت های دیگه. دومین وجهی که برای من خیلی مهمه اینه که یک سریا اسم نمیارم که به کسی بر نخوره، اما یک سریا روی سنگ پا و مداد رنگی و آفتاب پرست و روباه مکار و شغال و سفید کردن. شما انقدر ایستادید تا این زانکوی بند خدا رو فرستادید جلو زیر تانکی، به محض اینکه همه فوشا رو به جون خرید و همه اتفاقات رفت سمت اون از اینستاگرام من نمیخوام دفاع بکنم از کنسرتی که اجرا کرده، به هیچ عنوان پر از ایراد بود بدون ذره ای از موسیقی سالم که توی این برنامه بخواد به گوش برسه. صحبت من چیز دیگه ایه. یه سری ها اومدن خودشونو پشت این جوان قایم کردن. یعنی چقدر آدم میتونه کم باشه، چقدر آدم میتونه حقیر باشه که انقدر بمونه ببینی کی میاد وسط. تا یه نفر اومد کنسرت گذاشت سریع اومدید موزیکاتون رو پخش کردید. چقدر شماها مردید، چقدر شماها با وجودید، دمتون گرم. بعد من یه سوالی که خیلی ذهنمو مشغول کرده تا الان که پروفایلاتون مشکی بود، اون مسائلی که براش پروفایل مشکی کرده بودید حل شد براتون که الان موزیکاتون منتشر شد؟ اون دغدغه‌ای که داشتید به خاطرش پروفایل مشکی کرده بودید، به خاطرش فعالیت نمی کردید، دغدغه برطرف شد که دارید کار منتشر می کنید؟ دمتون گرم، خیلی عمالیه، کاراتون رو منتشر بکنید. همه اینا رو که میذاری کنار هم دیگه متوجه میشی اصلا اون دغدغه‌ای که ظاهراً دنبالش بودن صرفاً فقط یک صحنه سازی بوده.
دغدغه‌ای وجود نداره. ریسک از چشم افتادن رو نخریدن، اومدن سوار موج شدن در کنار مردم، وگرنه دردی از مردم توی دل ظاهرن نیست. واقعا با وجود شما حق داره تسلیم خبر بزنه کنسرت زانکو نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ایران بود. من نمیدونم کدوم خبرنگاری اینو کار کرده، این خبر رو کار کرده، ولی خبرنگار عزیز، یا شما نمیدونی تاریخ چیه، یا نمیدونی موسیقی چیه، یا نمیدونی ایران کجاست، وگرنه به همچین چیزی نمیگفتی نقطه عطف تاریخ موسیقی ایران. البته از سمت منفی چرا میشه اسمشو نقطه عطف تاریخ موسیقی ایران گذاشت، ولی واقعا شماها دیگه چقدر فرصت طلبید؟ روی مداد رنگی رو سفید کردید شماها. یک مقدار وجود میداشتید، حداقل این زانکوی بنده خدا رو نمی کردید زیر تانکی بفرستینش جلو براتون میدون مینو باز بکنه شما هم پشت سرش را بیفتید. اگر خیلی دلتون تنگ شده بود برای پخش کردن کارهای عاشقانتون، خب زودتر خودتون این کار رو انجام میدادید. چرا این بنده خدا رو کردید گوشت قربونی؟ رادیو جوان هم برنامهش همین بوده که گفت که اصلا برای من اهمیتی نداره، مردم میخواد هر روزشون عذاب باشه، من برنامه هامو برگزار میکنم. که مرداد رئیسی گفته بود استراتژی احمقانه و خیلی اشتباهیه و قطع همکاری کرده بود با رادیو جوان. استوری دیدم از سارن، خیلی برام جالب بود، ببینیمش با هم دیگه. دقیقا را چلای ساعته که بخوابیدم و برام فهمیدم که رادیو جوان چه برای سر من بود. بابا فرده دست ها بستی رایت من رو گرفتی، اما میخوای الان بیام توی شهر موزی که شاد بخش کنم؟ بابا کسافت نیستی چی تو؟ این حقیقته، اگر کسافت نیستی چی تو؟ این حقیقت. من نمیخوام از حرفای سارن کره بگیرم بر علیه رادیو جوان، انقدر گفتیم در رابطه باهاش که الان دیگه جاش نیست که بخوام ادامه بدم. اما ای کاش انقدر وجود این دختر جوون رو داشتید که میاد در برابر رادیو جوان قول شماره یک پخش موسیقی در مارکت ایرانی رادیو جوانه، انقدر راحت و با شهامت وای میسه و میگه رادیو جوان چه بلایی داره سرش میاره. اما شماها انقدر وجودش رو نداشتید همدل با مردم قدمی از قدم بردارید. مبارکتون باشه، کاراتون رو پخش کنید، پولش رو در بیارید. خیلی ها پیغام داده بودن در رابطه با کنسرت رضا صادقی که برای 25 بهمن ماه اگر اشتباه نکنم توی تهران، که رضا صادقی اعلام کرده این کنسرت خیریه است برای مردم زلزله زده خوی. برای من شخصا قابل احترامه که کسی بخواد کنسرت خیریه برگزار بکنه برای هموطنانمون. خیلی کار قشنگی آقای صادقی. دلم نمیخواد مشکوک باشم به این که پیشبینی کرده بودید زلزله خوی رو. اصلا کاری ندارم که کنسرت گذاشته بودید برای 25 بعد که اتفاق برای خوی افتاد اومدید اعلام کردید این کنسرت خیریه است. خیلی اعتراض به این قضیه داشتن که رضا صادقی میتونست جور دیگه ای کمک کنه به جای کنسرت گذاشتن. یعنی گفته بودن که مجید خراتا شماره حساب اعلام کرده بود، محسن چاوشی، پژمان بازقی و خیلی های دیگه شماره حساب اعلام کرده بودن و گفته بودن که آقا اگر کمکی میتونید بکنید، و همه هم میگفتن آقا اگر رضا صادقی قراره که خیریه راه بندازه، بگه آقا بدون این که من کنسرت بزنم پول این کنسرت رو بفرستید برای مردم خوی. باز من از این دیدگاه هم نگاه نمی کنم به کار آقای صادقی، چون که من پشت سر رضا صادقی حرفایی شنیدم که مرام و معرفتش رو تایید میکنه. با توجه به کنسرت خیریه‌ای که برای خوزستان گذاشت، با توجه به کنسرت خیریه دیگه‌ای که برای سیستان و بلوچستان گذاشت، من میتونم این رو به چشم کنسرت خیریه نگاه بکنم. مردم خوی الان احتیاج به کمک دارن. اگر تا 25 میخوان این کمک‌ها رو برسونن، باز هم حرفی نیست، من قضاوتی نمی کنم، اما امیدوارم که این کنسرت خیریه هم به خیر بگذره و بعد از اون شاهد روند کنسرت های عادی نباشیم. تا زمانی که
دلایل مشکی شدن پروفایل ها برطرف نشه، امیدوارم که کنسرت ها هم به روال عادیش بر نگرده، چون که واقعا شرایطمون عادی نیست. امیدوارم که اینو متوجه بشیم. حتما نظراتتون رو برامون بنویسید، همه رو میخونیم، تا جایی که بشه پاسخ میدیم. ارادتمندم، خدا نگهدار.